یکی از مؤلفه های اصلی که در کشورمون مشکل داره که تأثیر گذاشته روی بحث کارآمدی، مسئله نظام حقوقی، مجموعه قوانین ما و نهایتاً عنوان حکومت قانون هستش. برای اینکه قانون در یک کشوری حاکم باشه، یعنی نرم افزار اداره حکومت کارا باشه، باید هم قوانین خوب و کارآمدی باشن و شفاف باشن و هم اینکه قانون اجرا هم بشود، یعنی رابطه بین همه آحاد جامعه، بین افراد با هم دیگه، بین مردم و حکومت، رابطهشون رابطه قانونی باشه و بر همه این روابط قانون حاکم باشه. و ما در هر دو قسمتش مشکل داریم، یعنی قوانینمون، این مجموعه قوانینی که حجمش هم خیلی زیاده در مقایسه با کشورهای دیگه، ما رو نرسونده به یه نظام حقوقی شفاف و منسجم و کارآمد. در نتیجه روابط چون نامشخصه، حتی خیلی از مردم، حتی وکلا هم شاید نتونن احاطه پیدا کنن به این قوانین پراکنده و زیادی که در کشور هست. اینه که اون وقت خوب روابط خوب تعریف نشده، شفاف نیستش و این بعضی قوانین ما متعارض با هم دیگه هستن، یه قسمت دیگه ای رو نقض میکنه و خود این منشأ فساد هم در نظام اداری شده، یعنی سوء استفاده از قوانین متعارض، حالا در قوه قضاییه بگی، در قوه مجریه بگی و قضاله هست. بعض تدوین و تنقیح قوانین مطرحه، یعنی قوانینی که میگذرونن میان یه مرحله هم بهش بازنگری میکنن، میگن که آقا مثلا اولین کار اینه که همه مواد قانونی یا آیین‌نامه‌ای که مربوط به مالیات یه جا جمع بشه، اصطلاحا میگن کدهای قانونی، مثلا راجع به تجارت خارجی هم یه جا جمع بشه، بحثای هر موضوعی مثلا 30-40 تا موضوع عنوان انتخاب میکنند، یه قوانین زید اینها جمع میشن، از اون پراکندگی نجات پیدا. بعد میان مرحله بعدیش این قوانینی که راجع به یه موضوعه میگن که اینا با هم دیگه توافق دارن، انسجام دارن یا ندارن، اینا رو بررسی میکنن و این یه کاریست، بحث به اصطلاح تدوین قوانین و تنقیح قوانین. که خب حالا از سال 1350 قرار بوده در نخست وزیری وقت یه سازمانی برای این کار تأسیس شده، ولی نشده که تا امروز. بعد چند سال پیش هم مجلس اومد خودش یه لایحه گذرون که قوانین رو خودش تنقیح کنه، اونا هم خیلی موفق نبودن. حالا اخیراً این جلسه سران استقوه که تشکیل شد، معاونت‌های حقوقی با هم دیگه جمع شدن که این کار رو، چون تنقیح تدوین و تنقیح قوانین بدون همکاری استقوه امکان نداره، که این کار رو به یه سرانجام برسونن که حالا در آغاز راه هست. دومین مشکل کارآمدی ما برمیگرده به نظام اداری ما، که همچنان یه نظام اداری ناکارآمد، پوسیده، امروز برو فردا بیار، توامه با فساد، رشوه، از این حرفا هست. اینم امروزه راه حلش روشنه، این با بگیر و ببند این مسائل حل نمیشه، حتی ممکنه یک دو تن رو بگیرین اعدام کنین، ولی اینم راه حلش همین به کار بردن فناوری جدید، حالا IT، ITC اینا رو داشته باشین، اصطلاحاً دولت جامع و یک پارچه الکترونیک، که اینم خب شعارش رو تو کشور ما زیاد میدن، خیلی جاهام سرمایه گذاری هنگفتی کردن تو همه دستگاه های مختلف تو این مسئله، حالا در قوه قضاییه یه جور، در قوه مجریه یه جور، در قوه مقننه، همه اینا دار. منتها خب اونم شرطش همینه که این یک پارچه باشه، یعنی جزیره های مختلف نباشه.
و اون سامانه‌ای که استفاده میکنن کارآمد باشه. 50 ساله که دولت‌ها با بودجه های خودشون دارن سر اقتصاد کشور مرتب بلا میارن، وضعیت اقتصادی هی بدتر دارن میکنن، قدرت خرید مردم هی کاهش میدن. ما همین توی سال قبل و امسالی که یه خورده دولت دسترسی به این دلارای نفتی نداشت یا کمتر داشت، وضع تولید داخلتون شکل گرفته. دولت هم داره میگه که من رشد اقتصادی داشتم. این بودجه ها نفتیه، یعنی تا زمانی که درآمد نفت و فروش نفت داخل بودجه هست شما همین مشکلات تکرار میشه. حالا اون نظام هارم که شفاف کردیم که همین که میخواد باز دوباره سوء استفاده از اینا بشه، یه مقدارم اینا هم تحت دلالش بشه که نمیذارن اون قوانین و ساختارها شفاف بشه. ولی خب یه توقعات زیادی دولت و مجلس ایجاد میکنن برای مردم، در حالی که ظرفیت بودجه همچه ظرفیتی نداره. بعد ما یه کسری بودجه ساختاری داریم، این کسر بودجه میاد هی تورم ایجاد میکنه، هی قدرت خرید مردم رو کم میکنه، بعدم منابع اونطوری که باید شاید خوب تخصیص داده نمیشه، خوب ازش استفاده نمیشه، بهره ور نیست. دیگه حالا مشکلات عظیمی که به دنبال اون توقعاتی که مردم دارند ما اگه هم در نظر بگیریم، توقعاتشون هم که میگیم مثلا فرض کن کارآمدی دولت ها براشون خیلی مهمه، نبود فساد براشون خیلی مهمه، اینکه به دستگاه دولتی اون کارکردهاش میخوان انجام بدن کارکردش درست انجام بدن، با سرعت خوب انجام بدن، اینا خیلی ما باش فاصله نداریم. یعنی سرمایه گذاری های زیادی شده، دانشش هست، خدمت شما عرض کنم که امکانش هست. اینه همون یه عزم و اراده رو میخواد که حالا یه دولتی به هر حال، چون ببینید این دولت ها معمولا چون کوتاه مدت نگاه میکنن به منافع ملی، دراز مدت فکر نمیکنن، میخوان هم هر روز میخوان رو افسر افکار عمومی سوار باشن، اینه که خیلی به کارهای اصلاحات زیربنایی شاید کم توجه میکنن، چون اون ورش هم خب یه سری نارضایتی هم ایجاد میکنه، یه سری سرسدایی ایجاد میکنه، یه سری منافعشون قطع میشه، ممکنه که تظاهرات کنن، اجتماعات کنن، این حرفا. این ملاحظات باعث میشه که بهش نپردازن، ولیکن خیلی من به نظرم فاصله نداریم تا این اصلاحاتی که میتونه بسیار کاروشا باشه. این دولتی که میاد تا 4 سال شروع میکنه فرافکنی دولت قبلی رو متهم، دیگه از دور دومش که میشه 5 سال به بعد دیگه میبینی خیلی هم کارساز نیست اینو بندازی گردن اون، بعد یواش یواش تیز میشه دیگه، هی افول میکنه تو زیر افکار اون. مشکل اقتصادی ما باز اگه بخوایم درصدی بگیم، درصدی کمیش 20-30% به تحریم ربط داره، 70% مربوط به همین بحثاییست که الان با هم کردیم قبل از این. یعنی شما اگه توی داخل یه نظام اداری نداشته باشی که بستر رو فراهم کنه برای فعالیت اقتصادی، قانون درست نداشته باشی، خودت ندونی چی کار میکنی، فساد تو سیستمت باشه که نمیتونی اقتصاد بچرخونی. بابا با رفع تحریم ما یه وقتی هیچ تحریم نداشتیم، مشکلات اقتصادی داشتیم، سالی 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، مشکلات داشتیم، الان هم که مشکل داریم، مثلا حالا تحریم شدید شده داریم. پس این ریشه مشکلات اقتصادی ما و کارآمدی دولت به داخل برمیگرده. ما باید این خودمون رو اصلاح کنیم، به اصطلاح کارکردهامون رو اصلاح کنیم، قوانینمون رو، نظام اداریمون رو اصلاح کنیم. اینا اینجوری حل میشه. شما اگه همین امروز همه تحریم‌ها رو ورداری، باز همین مشکلات سر جاش هست.